خبرها را شنیدید که رئیس بارسلونا اعلام کرد که کومان در بارسلونا خواهد ماند. به طور قطع سخت خواهد بود که حدس بزنیم که فصل بعد حضور او در بارسلونا چگونه خواهد بود، چرا که فصل اول حضور او در بارسلونا پیچ و خم‌های زیادی داشت. تردید در مورد عدم حضور مسی، تمرینات پیش فصل، اشتباهات فردی خود مربی که باعث از دست رفتن لالیگا برای بارسلونا شد. به هر حال فصل پیش رو بدون شک متفاوت خواهد بود. سوال خوبی هست، چطور؟ و اینک در این ویدیو خواهیم دید. فرم احتمالی بارسلونای جدید چگونه خواهد بود؟ آیا کومان قادر به بازسازی بارسلونا خواهد بود یا خیر؟ اما قبل از همه یک لایک به این ویدیو بزنید و اگر جدید هستید در صورت رضایت سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید ما را هم دریافت کنید. نقل و انتقالات تابستانی بارسلونا، خروجی ها و ورودی ها. فصل تقریبا تازه به پایان رسیده و بارسلونا از همین حالا درگیر جذب بازیکنان جدید هست. با وجود بازیکنان شایسته در اردوی بارسلونا که قادر به درهم کوبیدن هر تیمی میتواند باشد، این تیم کاتالونی از اولین خرید تابستانی خود که آگویرو بود چند روز پیش رونمایی کرد. آگویرو به طور رایگان از منچستر سیتی به بارسلونا پیوست. بدون شک این انتقال به خاطر دوستی صمیمی او مسی رخ داده است. قبل از آن کان یک از بهترین ها در لیگ برتر بود، اما او حالا 33 ساله است و در فصلی که گذشت شاهد حضور نچندان زیادی او در میدان بودیم. این عالی خواهد بود که آگویرو در بارسلونا درخشان ظاهر شود و بتواند گل های زیادی برای این تیم به ثمر برساند. اما هدف اصلی او از پیوستن به بارسلونا این نیست. گفته می شود که تنها با یک دلیل به بارسلونا پیوسته، اینکه باعث آرامش خاطر میسی شود. آگویرو به خاطر این قرارداد از حقوق بالای خود گذشت و دستمزد سالانه حدود 6 میلیون یورو خواهد بود. بارسلونا همچنان حق بازپسگیری مرسون، بازیکن برزیلی که در پست دفاعی راست بازی میکند را داشت که به طور قرضی در بتیس بازی میکند و قیمت او هم 9 میلیون یورو است. چرا باید بارسلونا برای بازیکن خود پرداخت کند؟ بارسلونا و بتیس هر دو برای صرفه‌جویی اقتصادی مرسون را به طور مشترک به خدمت گرفته بودند. اینک با این اوضاع بد اقتصادی، این بهترین زمان ممکن برای بازگرداندن او به نوکم هست. قابل ذکر است که بارسلونا در تلاش برای بازپسگیری نیروهای خود از جبهه های دیگر هست. ریکارسیا با قرارداد آزاد از منچستر سیتی به بارسلونا پیوست. او 20 سال سن دارد و تا 16 سالگی در اکادمی بارسلونا تمرین میکرد. گارسیا مدافع مرکزی هست و میتواند آسیب پذیرترین بخش در ترکیب بارسلونا را پر کند. انتقال هایی که هنوز اتفاق نیفتاده و انتظار می رود که بزودی رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد. از اول فصل قبل تا به حال تمامی نشرات اسپانیا از اضافه شدن یک کلنگی دیگر به ترکیب آبی و اناری ها می گفتند که بدون شک شما بهتر می دانید که نام او ممفیس دپای هست. تا زمان ثبت این ویدیو دپای به بارسلونا اضافه نشده است. بارسلونا با درخواست مستقیم کومان می خواهد دپای را جذب کند. اما دیوانه کننده ترین شایعه نقل انتقالات در مورد پیوستن دلخت به بارسلونا هست. رسانه ها از نارضایتی دلخت در یوونتوس و پیوستن او به بارسلونا می گویند. باشگاه او را کاملا زیر نظر دارد. اگر فرصت نصیبشان شود او را به نوکم بیاورد. اما آنها از قیمت بالای او باخبرند و لپورتا این مبلغ را در دست ندارد. این مدافع جوان می تواند برای بارسلونا بسیار مفید باشد، اما به حقیقت پیوستن چنین انتقال خارج از تصور هست. اما گزینه تعویض هم روی میز هست. در این صورت بارسلونا مجبور به از دست دادن چندین بازیکن بارزش از ترکیب فعلی خود خواهد بود. از نظر شما چه امتیازی را به انتقالات تابستانی بارسلونا در فصل جدید باید داد؟ خوب هست یا می تواند بهتر شود؟ با خیال راحت نظر خود را در بخش کامنت ها با ما شریک سازید. بارسلونا از شر کدام بازیکنان می خواهد خلاص شود؟ طبق گزارش رسانه ها مدیریت بارسلونا قصد دارد تقریبا از شر نیم از ترکیب فعلی خود خلاص شود. طبق گزارش اسپورت بارسلونا می خواهد ترشتگان، منگیزا، آراخو، پدری، فاتی و موریبا را حفظ کند. خبرنگار معروف ویلیام بالاک حتی مدعی شد که باشگاه در صورت داشتن پیشنهاد خوب فاتی و ترشتگان را هم به فروش خواهد رساند. بازیکنانی که به نظر باید بارسلونا را ترک کنند. اولین بازیکن می تواند میرالیم پیانیچ باشد. بدون شک می تواند به یوونتوس بازگردد. او در این فصل در بارسلونا فقط وظیفه گرمنگاه داشتن نیمکت را داشت. بدون شک او به دنبال باشگاه جدید خواهد بود. سرجیو روبرتو هم به احتمال زیاد بارسلونا را ترک خواهد کرد. در این فصل او جای خاصی در ترکیب بارسلونا نداشت و به همین خاطر اعتماد هواداران هم نسبت به او کاسته شده است. صرفه‌جویی اقتصادی هم بارسلونا را مجبور به فروش او خواهد کرد. کادر فنی بارسلونا چشم امیدش به دو جوان دیگر دست و امرسون خواهد بود.
رسانه‌ها خبر از علاقه سیتی برای به خدمت گرفتن سرجیو روبرتو داده است. شرایط امتیتی هم در بارسلونا مغموم هست و بارسلونا نمی‌داند با او چی کار کند. البته او را نیز باید از بارسلونا جدا شده دانست، چرا که او در دو فصل 13 بار در ترکیب بارسلونا حضور یافته و عملکرد قابل قبولی نداشته است. از طرف دیگر او دستمزد بالایی دریافت می‌کند و بارسلونا نیاز مبرم به صرفه‌جویی دارد، اما خود این بازیکن اصرار به ماندن دارد و به پیشنهادهای دیگر باشگاه‌ها توجه نمی‌کند. لاپورتو می‌خواهد کوتینیو را نیز بفروشد که هرگز در بارسلونا جا خوش نکرد. شاید وجود دارد که بارسلونا هنوز هم 50 میلیون یورو بابت کوتینیو به لیورپول بدهکار هست، اما این واقعا غیر معقول هست که 50 میلیون یورو بابت کوتینیو پرداخت شود. اینطور نیست؟ خارج از دستاوردهای فاصل، بزرگترین پیروزی لاپورتو این هست که گفته می شود مسی در بارسلونا ماندگار خواهد بود. بله، و دو فصل دیگر نیز در بارسلونا خواهد ماند. سپس با باشگاه دوید بکام در لیگ حرفه‌ای آمریکا خواهد پیوست و سپس با کاتالونیا بازگشته و به سمت یک از مدیران بارسلونا فعالیت خواهد کرد. مسی حالا حاضر به ماندن شد، اما حقوق بالای او چی می شود؟ گفته می شود که مسی با 240 میلیون یورو با مدیریت بارسلونا بعد توافق رسیده است که در طول 4 سال بعد به او پرداخت خواهد شد، حتی اگر این بازیکن به اینتر میامی برود. این بهترین فرصت برای باشگاه خواهد بود تا با پرداخت بلند مدت راهی برای فرار از بحران مالی پیدا کند. برای مسی این دو سال در بارسلونا انگیزه مضاعف خواهد بود تا بار دیگر به جهانیان ثابت کند که یک فوتبالیست ماندگار هست، یک پایان به یاد ماندنی. مسی نشان داده است که قادر به هر کاری در زمین فوتبال هست و باید اضافه کرد که به هواداران بارسلونا قول داده بود که بار دیگر چمپیونز لیگ را به نوکان بیاورد و او بدون شک هر جانفشانی برای این کار خواهد کرد. بحث کادر فنی کومان میماند، اما برنامه او برای فصل بعد چیست؟ کومان حداقل یک فصل دیگر روی نیمکت بارسلونا خواهد بود. در ابتدای فصل قبل کومان را استاد بدنسازی و فیزیک میدانستند. کادر فنی بارسلونا کاملا به او باور داشتند، اما رفته رفته باعث ناامیدی کامل شد. بارسلونا با وجود داشتن یک فصل معمولی چانس پیروزی در لالیگا را تا روزهای آخر حفظ کرد، اما به خاطر باخت ناباورانه با گرانادا، اتلتیکو و آلمانته همه چیز برای آنها به پایان رسید. هواداران کومان را مقصر اصلی می دانستند. او چندین تغییر غیر منتظره در ترکیب ایجاد کرد که نشان از عدم داشتن دانش کامل تاکتیکی بود و چیز جدیدی برای انگیزه دادن به تیم نداشت. همچنان کومان در طول فصل بارها گله داشت که تیم تمرینات پیش فصل خوبی نداشت، علاوه بر اینکه بازیکنان قابل توجهی او هم جذب نشدند. به همین خاطر تیم در یک حالت نامتعادل هست. به همین دلیل نزدیک بود کومان بعد از یک فصل حضور در بارسلونا از این تیم جدا شود. شاید وجود داشت که لاپورتا با دنبال جذب یک مربی جدید برای بارسلونا بوده است. در صورتی که نتواند با مربی دلخواهش به توافق برسد، کومان به کار خود ادامه خواهد داد. اما این شرایط کومان را کاملا عصبانی کرده بود و باعث رنجش او نیز شده بود. اخیرا مربی و رئیس هر دو مذاکره مستقیم با یکدیگر داشتند و تمامی شک و تردیدها از بین رفت. برای من روشن شد که کادر فنی و بازیکنان من می توانند تمام توجهشان را به فصل جدید متمرکز کنند. در هفته های اخیر شرایط پیچیده بود، اما من خوشحالم که کادر مدیریتی حمایتشان را از من اعلام کردند. پیام کومان در اینستاگرام. او همچنان خاطر نشان کرد که ما همه در باشگاه یک هدف داریم، ایجاد یک پروژه برنده و به دست آوردن موفقیت. حالا به نظر می رسد که لاپورتا واقعا به کومان اعتماد کرده و با او جدی کار می کند. با درخواست های کومان عمل کرده و تلاش دارد که بازیکنان مورد علاقه او را به خدمت بگیرد. من شور و اشتیاق زیادی در کومان دیدم. اگر ما هدف مشخص داشته باشیم، بدون شک فصل خوبی خواهیم داشت. ما در مورد فلسفه و مشکلات تیم صحبت کردیم. کومان مرا امیدوار ساخت و او به خودش باور دارد. من دوست دارم یک رابطه گرم و صمیمی با او داشته باشم، چنانچه با ریکارد و گواردیولا داشتم. آیا واقعا کومان می تواند بارسلونا را به موفقیت برساند؟ او نیاز دارد تا تمرینات پیش فصل را به درستی پشت سر بگذارد، بازیکنان مورد توجه خود را جذب کند و فضای صمیمی را بین تیم ایجاد کند. آیا گزینه برای جایگزینی کومان بود؟ در قدم اول پیدا کردن جایگزین برای کومان بدون شک هزینه های اضافی هم بربر داشت. دوم اینکه گزینه باردشتر از کومان در دسترس بارسلونا نبود. جاوی به کار خود در قطر ادامه میدهد و بارسلونا به طریقت قادر به بستن قراردادهای بزرگ نیست. چشمانداز بارسلونا در فصل جدید، جامها و عناوین. ابتدا ما باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا باشگاه تلاش دارد به این سختی صرفه‌جویی کند. در حال حاضر بارسلونا بدهی بسیار بالایی دارد، بیشتر از 1 میلیارد یورو. خوان لاپورتا حالا سخت در تلاش برای جبران اشتباهات رئیس قبلی و پرداخت بدهی های باشگاه است.
انتقالات رایگان بهترین را برای صرفه‌جویی هست. بارسلونا 500 میلیون یورو از گلدمن ساکس پوند قرض گرفته است که به باشگاه کمک خواهد کرد تا فصل را به پایان رسانده و بخش از بدهی‌های باشگاه را هم در پایان پرداخت کند. آیا بارسلونا با این وضعیت اقتصادی موفق به بردن عناوین خواهد شد؟ بارسلونا جام حذفی را با بهترین فرم هم از آن خود می کند. لالیگا به مراتب پیچیده تر هست. اما رقبای اصلی بارسلونا هم با فرم کامل وارد میدان نخواهد شد. آیا اتلتیکو می تواند برای دومین فصل در سطح خود را حفظ کند؟ اما این اتفاق برای آنها قبل از این هرگز رخ نداده است. رئال با آنچلوتی در سوی دیگر آماده نبرد با بارسلونا خواهد بود. بارسلونا هم بدون شک برای فتح لالیگا خواهد جنگید. آیا چنانچه مسی قول داده بود چمپیونز لیگ بند کم باز خواهد گشت؟ به احتمال زیاد نه، اما کسی ممکن این کار شدن نمیتواند. چلسی در این فصل دست به کار بزرگ زد و قهرمان اروپا شد. شما در مورد فرم بارسلونا در فصل جدید چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که بارسلونا باز هم قادر خواهد بود که از درون خاکستر برخواسته و به جایگاه قبلی خود یعنی سلطه بر اروپا برسد؟ نظرات خود را با ما شریک سازید. سپاس از توجه گرم شما. خدا نگهدار.